برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر بصره عراق در شبهای ماه مبارک رمضان 1444 میزبان عموم شخصیت‌های دینی و علمی است. این دفتر با برگزاری نشست‌های علمی به بررسی مسائل مختلف فقهی و عقایدی در این ماه مبارک می‌پردازد. در این نشست‌ها جمعی از شخصیت‌های علمی و حوزوی و طلاب علوم دینی و عموم مؤمنان شرکت می‌کنند. دست کم 19 پناهجو در راه رسیدن به ایتالیا در دریای مدیترانه غرق شدند. رسانه‌های بین‌المللی روز یک شنبه ششم فروردین گزارش دادند که قایق این پناهجویان از شرق تونس حرکت کرده بود. با این حال یک گروه حقوق بشری، انجمن حقوق اجتماعی و اقتصادی گفته است که گارد ساحلی تونس 5 تن از آنها را نجات داده است. بر اساس گزارش ها گارد ساحلی تونس تنها طی 2 روز گذشته 56 قایق را که عازم ایتالیا بودند متوقف کرده است. ماه گذشته یک کشتی حامل بیش از 200 تن که بیشترشان شهروندان افغانستان بودند در ساحل جنوبی ایتالیا غرق شدند. بنابر یک یافته جدید، ابزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی نیروی کار در ایالات متحده آمریکا را متحول خواهد کرد. ریاضیدانان، حسابرسان مالیاتی، تحلیلگران کمی مالی، طراحان وب و طراحان نمایه‌های دیجیتال مشاغلی هستند که از نظر نویسندگان انسانی مقاله 100% در معرض قرار دارند. کارمندان مکاتبات اداری، مهندسین بلاکچین، خبرنگاران حوزه‌های قضایی و صورت جلسه نویسان، همزمان مصحح‌ها و ادیتورهای متنی، کارشناسان فرم‌های نظرسنجی، نویسندگان و مؤلفان، مترجمان کتبی و مترجمان همزمان شفاهی، متخصصان روابط عمومی و پژوهشگران حوزه حیوانات از سایر مشاغلی که توسط انسان‌ها با درصد بالایی در معرض شناخته شده‌اند. محمد آجانه الوافی دبیر کمیته اسلامی در اسپانیا گفت که تعداد مسلمانان در این کشور طی 3 دهه گذشته 10 برابر شده است. وی افزود آمار رسمی کنونی حاکی از آن است که تعداد مسلمانان اسپانیا به 2.5 میلیون نفر رسیده، در حالی که ارقام غیر رسمی تعداد آنها را حدود 3 میلیون نفر تخمین می‌زند. الوافی افزود در گذشته اکثریت مسلمانان مهاجر بودند، اما اکنون درصدی از خود اسپانیایی ها را مسلمانان تشکیل می دهند. یوتا اولین ایالت آمریکا است که قانونی جدید برای محدود کردن شیوه استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی را اجرایی می کند. این در حالی است که اسپنسر کاکس، فرماندار جمهوری خواه این ایالت، 2 دستور اجرایی را امضا کرده که طبق آن کودکان قبل از عضویت در پلتفرم‌هایی مانند تیک تاک و اینستاگرام نیازمند رضایت والدین هستند. با امضای کاکس، 2 لایحه مذکور به قوانینی تبدیل شده اند که اجازه نمی دهند کودکان زیر 18 سال بین ساعت 22:30 شب تا 6:30 صبح از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. نادیا قحف، یک زن سوریه 50 ساله، به عنوان اولین زن مسلمان محجبه قاضی دادگاه عالی ایالتی در نیوجرسی آمریکا منصوب شد. وی در مراسمی که در پاترسون در هفته گذشته برگزار شده با سوگند به قرآن کریم کار خود را آغاز کرد تا اولین قاضی محجبه در دادگاه عالی در شهرستان پاسائیک شود. این اولین بار است که در ایالت نیوجرسی آمریکا قاضی زنی که محجبه است در محل کار دیده می شود. پیش از این نیز در بین قضات قاضی مسلمان وجود داشت، اما محجبه بودن اولین بار است که رخ می دهد.